این قضیه خیلی ساده است، خیلی واضحه، اما خب انجامش نمیدیم دیگه، معمولا میذاریمش برای شب امتحان. اما اگر که مرتب این رو انجام میدیم، اگر عادت خوندن داریم و لذت میبریم از خوندن و این عادتمون هست، میبینیم که هر بار یک خط، یک پاراگراف، یک صفحه بیشتر از سری پیش میخونیم و این تضمین کننده سرعت ما هستش. اما اگر که ریدر خوبی نیستیم، خب اون خیلی قضیه فرق کنه. و بعد یکی دیگه از مطالب دیگه که هست، وقتی با دوستان صحبت میکنیم میگیم که چقدر مثلا میخونی، اینها میگه کتاب نمیخونم ولی مثلا تو فیسبوک خیلی مطلب میخونم. اینها رو با هم دیگه مقایسه نکنید. اون چیزی که ما توی فیسبوک میخونیم، اون چیزی که ما پای عکس ها میخونیم، اون چیزی که نمیدونم، این یه جنس کتاب خوندن برای امتحان آماده شدن و اینها یه جنس دیگه است، اصلا با هم دیگه قابل مقایسه نیست. طرف میبینی خیلی تون تون توییت ها رو میخونه، نمیدونم اون کامنت ها رو میخونه توی فیسبوک و اینها، اما کتاب رو که بهش میدیم همینجوری میبینی میگه که آره من الان دو سه بار دارم همینجوری از روی این رد میشه، مثلا حواسم اینجا نیست، همش دارم از روش رد میشه. و میاد میگه که من خوندم اشو ولی دوباره بخونم میگم اه کی اینو خوندم، دوباره میاد از اول و شروع میکنه و اصلا متوجه نمیشه. میگم خوندن روی اینترنت با خوندن روی کتاب کاملا فرق داره. اگر میبینید که خیلی مطالعه دارم، از خودتون بپرسید مطالعه تون منظورتون اون مطالب فیسبوکیه یا مطالب توی کتاب است. بین اینها تفاوت وجود داره. اما وقتی صحبت از خواندن، مهارت ریدینگ توی امتحان آیلتس و تافل و اینجور امتحان میشه، اینجا یه مقدار داستان فرق میکنه. یه سری نکات مشترکه، اما توی اینجا، توی این قسمت موضوع محدودیت زمان رو داریم و این خیلی خیلی مهم هست و این خیلی شرایط رو عوض میکنه. منی که خیلی توی بقیه کارها، توی بقیه ریدینگ ها اوکی هم، توی این یکی شرط هم فرق میکنه. چرا؟ چون یه دونه بحث تایم داریم که این تایم غیر از این که من حالا من باید توی مدت زمان مشخصی کار خاصی رو انجام بدم، استرس هم ایجاد میکنه. اوکی؟ برای این موضوع ما باید ذهنمون اون فریم کاری رو مشخص کرده باشیم که ما میخوایم چه کارهایی انجام بدیم. چیزی کاملا مشخصه، ما سه تا متن داریم، 60 دقیقه وقت داریم و جابجا کردن ریدینگ رو داریم، یعنی پاسخامون رو باید بریم توی پاسخنامه بنویسیم و زمان اضافه برای این کار نداریم. اگر همه کار رو انجام داده باشیم، واردش نکرده باشیم، انگار هیچ کاری انجام ندادیم. و اینها خیلی مهم هست که ما بدونیم که پس برای هر کدوم چقدر زمان باید بگذاریم. خوبش اینه که شما میتونید ساعتتون همراهتون داشته باشید، میتونید خودتون رو زمانبندی کنید که من برای پاراگراف اول برای مثلا اینقدر زمان میذارم و بعد حالا توی اون زمانی که برای پاراگراف اول میذارم برای هر پرسشی چقدر زمان میذارم. و اگر رسید به اون حد و من پاسخ ندادم، اشکال نداره، باید برم سراغ پاسخ بعدی. به این ترتیب زمانبندی باید بکنیم. اول مشخص کنیم که من چقدر سریع میتونم بنویسم، چقدر زود میتونم اینها رو انتقال بدم، زمان برای اون جدا بگذارم، سه تا پاراگرافم رو برای زمانشون رو مشخص کنم و بعد هر پاراگراف میشکنه به تعداد پرسشاش، مثلا 3 تا 4 تا 5 تا پرسشش که هست، من باید مشخص کنم برای هر کدوم چقدر زمان نیاز دارم. خوندن مطلبش خیلی خیلی مهم هست که ما متنمون رو توی چه زمانی بخونیم. گاهی وقتا اونقدری زمان نداریم که واژه واژه متن رو بخونیم. به این ترتیب استفاده از انگشت خیلی میتونه کمک کنه که زود از روی مطلب رچیم و زود بخونیمش. و یک مهارتی هست به نام سکیمینگ، باید از سکیمینگ استفاده کنیم. بهتر هست ابتدا پرسشا رو بخونیم. ذهنمون یه سری مطالب رو داره که ما دنبال چی هستیم، میخوایم بدونیم که الان کلن از ما چیا خواسته میشه، از ما توقع میره که از توی متن چیا رو بفهمیم و خوندن این پرسشا به ما این کمک رو میکنه. بعد میرسیم به سکیمینگ. سکیمینگ چی هست؟ سکیمینگ این هست که من متنم رو چشمی از روش رد شم. آقا من وقت ندارم، من میخوام بشنم چیز کنم، این چه کاریه؟ این اتفاقا از لحاظ زمانی به ما کمک میکنه. متن رو درسته من دارم وقت میذارم براش، اما وقت من رو سیو میکنه. چرا؟ که من دارم میگیرم، دارم اسکن میکنم و متوجه میشم که اینجا در رابطه با این قضیه هست، اینجا در رابطه با این موضوع داره صحبت میکنه، این پیش از اون واقع است، این پس از اون واقع است، اینجا حرفی از قیمت اومد، اینجا حرفی از سن اومد، اینجا حرفی از نام شهر اومد. اینها رو توی ذهنم میارم. یه سری جاها خالی میمونه، اما وقتی شروع میکنم به خوندن اونجا خالی ها پر میشه. اما این همین که یک سری اتصالات رو من توی ذهنم ایجاد کردم با اونجا خالی ها، کمک میکنه من سریع
اطلاعات رو به هم دیگه وصل کنم و درگیر واژه ها نشم.